درود بینندگان عزیز تلویزیون سیاحی و هنرهای مردمی. توری میدونیم دلخواه خطسیرهای سیاحی توسط مخصوص انا همین گونه اتومبیل‌های سیاحی صورت میگیرند و بنابر همین هم ما امروز میخواهیم درباره مخصوصیت‌های خاص چنین اتومبیل‌های سیاحی و شرایط و امکانات‌ها هنگام سفر در آنها برای شما معلومات دهیم. ما را همراه باشید. طوری از برنامه های گذشته سیاحی ورزشی می دانید ما درباره نمودهای گوناگون سیاحت هایی که با تربیه جسمانی و ورزش ترکیب یافته و امروزها از طرف جامعه جهانی اعتراف شده و به گروه سیاحت های ورزشی داخل می شوند معلومات داده بودیم. ما از همین عامل که در سیاحت حرکت نقش اساسی دارد و طرفدار طرز حیات فعال و سالمانه است سبب به وجود آیی واسطه های گوناگون حرکت هنگام سفرهای دراز مدت گردید و عموما عباره سیاحی ورزشی حتما که وابسته یک نوع حرکت جسمانی مخصوص است که اون را پیوند با ورزش میکند. در این زمینه یکی از نوهای سیاحی ورزشی معمولی و پهن شده ترین در جهان این اوتوتوریسم یا خود سیاحی اتومبیل رانی میباشد. برعکس دیگر نمودهای سیاحی ورزشی سیاحت اتومبیل رانی بیشتر وابسته تکنیک میباشد. بنابر این شما پیش از آنکه به سفر برایید ضرور است تا حالت تکنیکی اتومبیل را از سنجش پره گذرانید، زیرا این هنگام سفرهای طولانی به خصوص با راههای کم اهالی و بی اهالی احتمالیت خطرهای تکنیکی را تا اندازه کم میکند. برای سفرهای طولانی مدت و جاده هایی که ناشناخته هست باید حتما ماشین اون استحکام کامل داشته باشه و چکاب کامل بشه، یعنی یه تست کاملی قبل از سفر انجام بشه، چون که جاده ها برای ما مشخص نیست، جاده های خیلی خراب هست، جاده های پیچ و پیچ هست، یه تستی رو اول انجام بدیم، بعد یه سری لوازم اولیه مثل یه سری پیچ موره، بستای اضاف، اینا رو همیشه همراهمون باشه، تایر اضاف برای لوازم پنچرگیری که بتونیم تو سفرهای طولانی مدت کارهای ماشین خودمون بتونیم انجام بدیم و به مشکل بر نخوریم، چون که همه جا همه نوع امکاناتی نیست، ما باید لوازم اولیه سفر رو داشته باشیم. نسبت به سفرهایی که داریم میتونیم هرچی ماشین بزرگتر باشه و حجم بیشتر باشه خب مسلما بهتره و بتونیم مخازن آب و مخازن سوخت زیادتری همراهمون باشه برای تو سفر خیلی بهتره. جاهایی هست که سوخت خیلی گران است یا گیر نمیاد، ما اگه سوخت و اندازه کافی همراه داشته باشیم اطمینان خاطر بیشتری داریم برای تو سفر و میتونیم راحت‌تر سفر کنیم. برای سفرهای کمپری یه سری وسایل و یه سری تجهیزاتی باید داشته باشین و یه سری پیشگیری‌هایی باید بکنین، مثل کپسول‌های آتش‌نشانی، وسایل منیا داشته باشید. اکثر کمپرها بیشترین مشکلی یا کاروانایی که داره نشتی گاز توش که مشکل ساز میشه یا اصولی نبودن سیستم برقش، اینا باعث آتش سوزی یا خطراتی میشه. اون مال خطرات خود کاروانه، اما رسیدگی به خود ماشین، بازدید لنتا، بازدید موتور، اینا جزء چیزایی که سرویس های اولیه، همه اینا جزء چیزایی که باید یه کاروان یا یه کمپر دیده بشه، چون واقعا ماشین و خونه اومده توی یک مجموعه جمع شده. یعنی شما توی ساختمان اگه دقت بکنید تمام تجهیزاتی که توی ساختمان هست، از لوله کشی آب، برق، گاز و همه میز تمام وسایل رفاهی منزل توی یه دونه کمپر یا کاروان کوچیک هست. اگه اینا اصولی نباشه خطرسازه و یه جوری مهندسی ساختمان خیلی کوچیک توی کاروان انجام میده.
برای اشتراکچونی این نمود سیاحی ورزشی شرایط نامساعد آب و هوا و نبودن راه ها دهشتناک نیست. آنها می توانند در بعضی منطقه ها به نمود سیاحی پیاده‌گردی و ویلاسپیدرونی گذرند. برای این در اتومبیل های مخصوص سیاحی که آنها را خانه بالای چرخ ها نیز می نامند، امکانیت گرفتن انجام های دیگری سیاحی پیاده‌گردی و ویلاسپیدرونی به مانند خیمه ها، اسادست های مخصوص، کرسی ها، کرمت، جزدان و ویلاسپید مهیا کرده شده است. این نمود سیاحی را صنف بندی یگانه ورزشی و قایده های گذراندن سفرهای ورزشی سیاحی تنظیم می کنند. چون این سیاحت های ورزشی برای رانندگان امکانیت گرفتن درجه های ورزشی می باشد. در حال حاضر خطسیر های معمول ترین سیاحی از قلمرو روسیه، بلاروسیه، مالدویه، قفقاز، نزد بالتیکا، ایران، آسیای مرکزی، ازبکستان و قزاقستان می گذارد. در سیبیری غربی و شرقی، شرقی دور، کمچاتکا، سخالین، ترکمنستان و تاجیکستان برای ترقی دادن سیاحی اتومبیل‌رانی و موتورسیکل‌رانی امکانیت‌های وسیع موجودند. سیاحان با سببهای گوناگون سیاحی اتومبیلی را افضل می‌دانند. یکی را رانندگی مشغولیت دوست داشته‌اش است و دیگری را آزادی انتخاب جلب می‌کند. شخصی که با اتومبیل سفر می‌کند خودش خطسیر را ترتیب می‌دهد، برنامه را به نقشه می‌گیرد و وقت سفر را انتخاب می‌کند. سیاحی اتومبیلی به شما امکان می‌دهد تا مستقلانه قرار دهید که در کدام شهرها یا دهه‌ها ماندن و کدام منظره‌ها را دیدن لازم است. در برابر این مشکلات دسترسی نقلیات برای بازدید از جای های دلخواه مانع نیست. غیر از این اتومبیل سیاحت را خیلی فعال میگرداند و به سیاحان امکان میدهد که در یک مدت کوتاه به مقدار زیادی جای های سیاحی سفر کنند. شما میتوانید در وقت دلخواه سفر را انجام دهید یا مسیر آن را تغییر دهید. سفر با اتومبیل های کمپر یا سفری یا موتورهوم، اینا سفرهای خاصه که اصولا افرادی که دنبال چالش هستن و نوع سفر متفاوت هستن با این ماشینا سفر میکنن، چون منابع، هم منابع آب و منابع برق محدوده و یه مقدار سختی های خودش داره، اما چون که دوست داره طبیعت هستیم تماممون، استفاده از این وسایل باعث میشه که حتی در منازل خودمون انرژی و آب کمتری مصرف کنیم. انواع کمپرها یا ماشین‌های مسافرتی چندین مدل هست. یه سری هست به صورت کاروانه و یدک‌کشه که اینا یه راحتی‌هایی تو موقعی استراحت داره، اما یه مقدار رانندگی باش سخت میشه. یه سری دیگه کمپر هست که به صورت ماشین‌های مسافرتیه که کامل موتور و خود ماشین با همه، اونها استفاده ازش خیلی راحت تره، اما خب فضای کوچکتری داره و در برابر سرما و گرما کمتر عایق هست. این کاروان ها و ماشین های مسافرتی که به صورت کاروانه اصولا در تمام دنیا برای سفرهای کوتاه یا اقامت های طولانی استفاده میشه و ون ها و ماشین های کمپر برای سفرهای طولانی که میخوان مسافت زیادی یا تردد کنن و تو این مسافت ها کمتر توقف داشته باشن استفاده میشه. وابسته به این یاری دهنده اساسی شما هنگام سفرهای دراز مدت و طولانی، اتومبیل های مخصوص سیاحی یا به عباره دیگر خانه بالای چرخ ها کمپر یا خانه سیار می باشد. این عباره ها و فهمیش یک نوع منزل را توصیف می کنند که همیشه و در همه جا در نزد صاحب خود قرار دارند، زیرا آن در شکل واسطه یاری دهنده به اتومبیل پیوست شده است یا به واسطه در زمینه اتومبیل ساخته می شود. در 5-9 سال اخیر اتومبیل های سیاحی تدریجا در فضای پساشوروی مخلصان خود را پیدا کردند، اما در تاجیکستان این نمود سیاحی تا حال خیلی سست انکشاف یافته است. در بیشتر دولت های غرب این نمود خدمت رسانی سیاحی به طرز اجاره دادن چنین اتومبیل های مخصوص سیاحی به راه مانده شده است. طلبات دولتی به ترکیب قوطی های یاری اولیه طبی اتومبیل و استوکتور خاموش کنک خیلی پرزور است. بنابر این گرفتن آنها هم برای احتیاط سلامتی و هم برای وارد شدن به سرحد دولت های سیر می شده یاری می دهد. ما تو ماشینامون جعبه‌های کمک‌های اولیه داریم که اگه برای دوستان اتفاقاتی بیفته بتونیم اون درمان اولیه رو انجام بدیم. همه ماشینای کمپر توی ماشیناشون دارن جعبه‌های کمک‌های اولیه رو دارن، یعنی باید داشته باشن. الزام یه سفر درمان که داشته باشیم و بتونیم اون امدادهای اولیه رو انجام بدیم. بالاخره تو سفر خطراتی هست
مثل از نظر جانورگزیدگی و به قول معروف سرماخوردگی، سرد و گرم شدن هوا، اینا رو بتونیم پیش زمینی اول بریم تا به بیمارستان ها و درمانگاه ها برسیم. автомобили махсуси сайёҳӣ барои ҳар як сайёҳ воситаи зарурист, хусусан вақте ки ӯ мехоҳад ба сафарҳои дур равад. албатта шумо метавонед шабро бо кадом роҳе дар автомобили муқаррараи худ гузаронед, аммо агар ба шумо лозим аст ки хӯроки шом гарм кунед, душ гиред ё истироҳат кунед ва телевизор тамошо намоед, ҳамаи ин мушкилотҳо зуд ҳал мешаванд, агар сайёҳон чунин автомобили сайёҳӣ дошта бошанд. хона болои чархҳо барои одамони мувофиқ ҳастӣ ба сафари тулонӣ мебароянд, аммо намехоҳанд аз зебоиҳои манзараи танҳо یک جای لذت برند، زیرا در هر جایی که دلشان میخواهد اتومبیل برایشان مهیا میسازد. ما کسانی که با ماشین مسافرتی سفر میکنیم میگیم ما خانه ای داریم به اندازه یک ماشین و به حیات اندازه تمام دنیا، چون هر جا که ما در ماشینمون رو باز میکنیم فضای اون منطقه میشه حیات استفاده کننده از اون کمپر. و دوستانی هم که با کمپر یا ماشین مسافرتی سفر میکنن از آداب رسوم رانندگی ها و تمام امکاناتی که در تمام شرایط مردم اون منطقه آشنا میشن و یه جوری برای خودشون اینا رو سلاح کار خودشون قرار میدن. اساساً همه چنین اتومبیل‌های سیاحی با آشخانه، جای خواب، حاجتخانه اکولوژی و نظام گرمی‌دهی تامینند. طرح‌های موثری آنها دارای حمام، کاندیسیونر، آنتنای محوروی و غیره میباشند. میدان نشستی اتومبیل میز و کرسی‌ها دارد. شماره کرسی‌ها از اقتدار انسانی اتومبیل وابسته است. برای جای کم را گرفتن داخل اتومبیل و براحت بودن، قریب همه قسمت‌ها تغییر یابنده‌اند، یعنی وابسته به خواهش و شرایط شما می‌توانید طرح داخلی را تغییر بدهید. آشخانه عادتاً پلیته گازی و دستشویی دارد. هم پلیته و هم دستشویی با سرپوشان محکم کرده می شوند. در پهلوی پلیته از 2 تا 3 منبه‌های 230 ولتی برق جایگیر کرده شدند. اینها تنها در صورت کار میکنند که اتومبیل شما با قوه برق پیوست باشد یا بسته علاهیده نصب کرده باشد. در اینجا یخدان نیز موجود است. آن عادتاً با باتری و گاز کار میکند. کلید انتخاب منبع برق وجود دارد. شما میتوانید یک چیز مشخص را گذارید و یا نظام افتو را انتخاب کنید که در آن دستگاه وابسته به حالت خودش تصمیم میگیرد که آن را از کدام شبکه برق دهد. جیوانچه برای هر یک چیز خرد موجود است. در خانه های سیار جای های خواب میتوانند معین و یا برای تبدیل دادن یک گروه کرسی ها مقصدناک تشکیل کرده شوند. اتومبیلامون یه کاروان مسافرتی یا کمپینگ که تو سفرهای مختلف ازش میتونیم استفاده کنیم. امکانات زیادی میتونیم تو این ماشین ها داشته باشیم، از جمله گاز، برق و آب به صورت مصرفی هامون رو میتونیم داشته باشیم. حالا بستگی به نوع ماشین، به مقداری که احتیاج اون میشه و تعداد نفراتی که داریم. تو این ماشین ها گازهای مختلفی هست، یکی گاز LPG داره، یکی گاز معمولی داره. نوع آب هم مخزنایی داریم که با لیترهای مختلف و حجمای مختلف تو انواع ماشین ها نسبت به حجمی که هست انجام میدیم دیگه. برای برق هم باز به صورت پنل میتونیم داشته باشیم و میتونیم به صورت باتری های مختلف که برق و ذخیره داشته باشیم برای مدت های زیادی. داخل ماشین های ما یخچال، گاز، امکانات اولیه زندگی مثل لباسشویی، مثل حمام، سرویس بهداشتی و اینا رو معمولا ما داخل ماشینمون باید داشته باشیم، امکانات اولیه زندگی رو، که بتونیم سفرهای دراز مدت و طولانی مدتی با اینا انجام بدیم.
خانه سیار یک چند تیرزه دارد که با پرده ها پوشانیده شدند. تیرزه ها میتوانند برای وینتیلیسی کشوده شوند و عادتاً یک چند موقع دارند. هنگام راندن اوتوموبیل آنها باید بسته شوند، اما هنگام در روز روشن نگاه داشتن آنها به قدری کافی روشنایی میدهند و کشودن همه تیرزه ها میتواند هوای داخلی خانه را تازه کند. تیرزه ها عادتاً با تورهای مگس و سایه های آفتابی مجهز میباشند. بر زمین این تکنولوژی های پیشرفته موثر به شما امکان میدهند که منبع انرژی را برای اوتوموبیل سیاحی تقریبا رایگان گیرد. خانه سیار با انرژی اکولوژی و پنل های آفتابی تامین کرده می شود. آبی غندشته شده برای یک چند روز کافی است. پس از آن می توانید به نزد منبع های آبی نزدیکترین آمده توسط نساز ها برای یک چند روز آیند آب ذخیره کنید. با یاری گاز که در بالون ها برای تا 3 ماه کفایه است خوراک می پزید. در زمستون باشد حتی وقتی که حرارت بیرون 30 درجه خنک است، در داخل خانه سیار شما تا 27 درجه گرم خواهد بود. من به عنوان یک گردشگری که کار گردش رو با اول با موتورسیکلت و یا دو چرخه شروع کردم و بعد به کمپرها و کاروانها سفر کردم و به یاری خدا حالا با کشورهای با احتساب کشورهای ترکمنستان و تاجیکستان و ازبکستان 24 کشور دنیا رو با کمپر یا کاروان سفر کردم. خیلی خوشحالم که الان به کشور تاجیکستان اومدم، کشور همزبان و کشور دوست، و از تمام منابع طبیعی و جای طبیعی و این کشور دیدن کردم. در مجموع اوتوموبیل سیاحی یا خود خانه سیار دارای همه شرایطی است که در خانه دارید. بنابر همین هم نمود سیاحی ورزشی اوتوموبیل رانی امروز ها معروف جهانیان گشته و همه سال میلیون ها سیاح سیاحت خود را محض توسط همین گونه اوتوموبیل های مخصوص و خانه های سیار انتخاب میکنند. همین تر باید گفت که انتخاب درستی اوتوموبیل سیاحی، طراحی و جابجا گذاری محصولات غذایی و جهاز شخصی و طبی داخل آن کفیل سفر دراز مدت به خطر و خاطرمانی شماست. با عرض این مطلب میرسیم به پایان برنامه. با امید سلامتی و سربلندی و سعادتمندی شما بینندگان عزیز، تا برنامه های آینده خیر.